شاهبودین دلاور سرپرست وزارت معادن پترولیم در سفرش به ولایت پنجشیر میگوید بر اساس سروی که از سوی این وزارت انجام شده مشخص شده است که 700 معدن سنگهای قیمتی در پنجشیر وجود دارد که از این میان به 300 معدن جواز استخراج داده شده و هزاران جوان در آن مشغول کارند. به گفته آقای دلاور 10% عواید این معدن به بودجه ملی و باقی 90% آن در بازسازی پنجشیر مصرف خواهد شد. پنجشیر ضرورت دارد که در اینجا کانالا جور شود، از آب پنجشیر برای ولایت پنجشیر استفاده شود، در کدام جایی که سرک خامه باشد او باید پخته شود و دیگر اعمار مجدد صورت بگیره. انشاءالله که معدن کلان هم در پنجشیر است، به زودترین فرصت ما میخواهیم که اورم با چی داده شو با قرار داده شو خدمات اجتماعی از طریق معادن برای ولایت پنجشیر صورت گیرد. سرپرست وزارت معادن پترولیم میافزاید که دولت با انعقاد قراردادهای معادن تلاش میکند تا زمینه رشد و توسعه اقتصادی را در سطح کشور فراهم کند. آقای دلاور تاکید دارد اگر جهان در مورد به رسمیت شناختن امارت اسلامی سریع اقدام کند، افغانستان خیلی زود بحران اقتصادی را مهار خواهد کرد. امکانات برابر شود و دنیا از ظلم خود دست بالا کنه که یعنی به رسمیت امارت نمیشناسه، امرای مردم افغانستان در حالت دشمنی است. اگر یک طرفه شود بسیار زود است که انشاءالله به طرف ترقی میریم، یاری ما قدم به قدم به طرف ترقی روان شیم. در همین حال والی پنجشیر میگد که نیاز است تا به هدف بازسازی این ولایت و نیز بهبود وضعیت زندگی مردم پنجشیر پروژه های عامل منفعه بیشتر تطبیق گردد. برادرایی که در این کمیته وجود دارن به نمایندگی اونها ما انشاءالله تعهد میکنیم که با کمال صداقت امو قسمی که شما برای ما طرز عمل جور کردین و برای ما هدایت دادین مطابق اون هدایت انشاءالله که جلسات خود را در امو وقتای منظم میگیریم و برای شما از طرف ریاست معدن راپور جلسات را میتیم انشاءالله و هر پیشرفت و هر استخراجی که در ولایت میشود انشاءالله شما را مستقیم در جریان میندازیم. والی پنجشیر از ابتکار وزارت معادن در زمینه استخراج معادن زمرد این ولایت ابراز خرسندی کرد و همچنان بر بهره برداری از معادن دیگر این ولایت به ویژه معدن آهن تاکید کرد.